سلام، وقتتون بخیر. یک بعد از ظهر در تهران است و 5:30 صبح اینجا در پایتخت آمریکا. من گلراهان هستم. این سرخط خبر هاست. فرد پاشو بیا برو. تیراندازی. نگذارید ما رو بکشند. کارزار ایرانیان برای جلوگیری از اعدام 3 معترض در اصفهان. قتل حکومتی نمی‌خواهیم، بیانیه کانون نویسندگان ایران در اعتراض به موج اعدام‌ها در ایران. و مرگ یک جوان معترض بعد از آزادی از زندان. شمار مرگ‌های مشکوک بازداشت شدگان بعد از آزادی رو به افزایش است. در زندان‌ها بر معترضان بازداشت شده چه می‌گذرد؟ ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد مردم در ساعت اولیه پنجشنبه برای جلوگیری از اعدام 3 معترض خیزش انقلابی اطراف زندان دستگرد اصفهان جمع شدند. گزارش ها حاکی از جو شدید امنیتی جلوی زندان است و در برخی از ویدیوها صدای تیر شنیده می‌شود. بسیجی ها حمله کرده. فرد پاشو بیا برو. تیر اندازی. پاشین بیا. مردم رو گرد کرده. پاشین بیا. دیروز دست نوشته ای از 3 زندانی محکوم به اعدام در پرونده موسوم به خانه اصفهان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. این 3 زندانی روی تکه کاغذی خطاب به مردم نوشته بودند نگذارید ما را بکشند. بعد از انتشار این دست نوشته، کاربران شبکه‌های اجتماعی با داغ کردن هشتگ نگذارید ما را بکشند از این معترضان حمایت کردند. سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی در جریان خیزش سراسری در اصفهان بازداشت و تحت شکنجه‌های شدید بودند. سازمان عفو بین‌الملل پیشتر از علی خامنه‌ای خواسته بود حکم اعدام این 3 نفر را متوقف کند. همکارم مرتضی کاظمیان از لندن ماست. آقای کاظمیان، یک یادداشت کوتاه منتشر شد از این 3 معترض و شاهد موجی از اعتراضات در مقابل زندان‌ها و خیابان‌ها و شبکه‌های اجتماعی هستیم. این چه معنا و نشانه‌ای با خودش داره؟ خب واقعا یک یادداشت کوچک اونچنان که شما اشاره کردید، ولی فراتر از اون یک مضمون و یک رخداد مهمی که پس این وضعیت قرار داره و نشون میده که تا چه اندازه جامعه نسبت به شرایطی که در اون به سر میبره حساسیت داره. با وجود سرکوبی که در این ماهای گذشته شدت پیدا کرده و با وجود تلاشی که حکومت میکنه برای اینکه تأکید کنه که بر شرایط مسلط هستش، این بروز ظهور خیابانی معترضان و البته دادخواهان و شهروندان معترض به حکم اعدام و اجرای حکم این 3 جوان در اصفهان و البته اعتراض گسترده در رسانه‌های اجتماعی نشون میده که هم چه اندازه جامعه رویکرد متفاوتی با حکومت در پیش گرفته، رویکردی که مضمون اون فقط جنس سیاسی نداره، فقط از حاکمیت جمهوری اسلامی و استقرار یک ایدئولوژی ناراضی نیست، به دنبال تغییر وضعیت سیاسی فقط نیست، بلکه در اعتراض به حکم اعدام اساساً وارد یک دنیای جدید یا یک مسیر جدیدی شده. اینکه تأکید داره که اعدام، حکم اعدام لغو بشه، این یک رویکرد جدیدی است که بسیار قابل توجهه. جدای از اینکه اعتراض به حکم این 3 جوان نشون میده که جامعه در کنار همچنان معترضان ایستاده، همچنان رویکردهای اعتراضی و مطالبات خودش رو داره و طبیعتاً داره پیغام میده به حکومت، پیغامی که به شکل معنیداری از طرف گروه‌های مختلف اجتماعی، نه فقط کنشگران حقوق بشر، فعالان مدنی، فعالان سیاسی، بلکه اقشار مختلف اجتماعی، اهم از شهروندانی که رویکردهای دینی دارن یا رویکردهای غیر دینی و همینطور به ویژه به شکل معنیداری از طرف
چهرهای هنری کشور داره ابراز میشه و اینها وقتی کنار هم قرار بگیره، البته همچنان که در جنبش زندگی آزادی هم شاهد بودیم، یک پیغام بسیار معنیداری داره برای حکومت، که البته متاسفانه حاکمان در ایران نشون میدن که هیچ اعتنایی نمی کنن به این پیام ها و هشدار ها و مطالبات گروه های مختلف اجتماعی. آقای کاظمیان، به واکنش چهرهای هنری اشاره کردیم. میدونیم که هنرمندانی مثل ترانه علی دوستی هم در کارزار اعتراض به اجرای حکم اعدام سه جوان معترض شرکت کردند. ارزیابی شما از این کنشگری چهرهای هنری و اجتماعی که میدونیم بدون هزینه برای اونها نبوده چیه؟ این واقعا وجه قابل تأملی از این اعتراض ها همین اعتراض چهرهای هنری و فرهنگی کشور هستش. کسی مثل ترانه علی دوستی، مثل کتایون ریاهی، مثل هنگامه قاضیانی، بازیگران شناخته شده سینمای کشور که در ماهای گذشته هدف برخورد امنیتی قضایی قرار گرفتن، بازداشت شدن، اینها در داخل کشور حالا دارن اعتراض میکنن به اجرای حکم اعدام، جدای از این که دارن اون جنبش نه به اعدام این سه جوان و البته برخورد قضایی غیر منصفانه با معترضان رو مورد انتقاد قرار میدن، جدای از این که دارن اون مطالبه پیشگیری از اعدام این جوانان رو باز تکرار میکنن و منتشر میکنن، اون نکته مهم اینه که اساساً این زنان، یعنی ترانه علی دوستی، کتایون ریاهی، هنگامه قاضیانی، زنان هنرمندی که تا پیش از این جنبش به شکل معنیداری به حال در دنیای فرهنگ هنری خودشون بودن به شکل قالبی، حالا تبدیل شدن به پرچمداران یک جنبش اجتماعی که بدون ترس، بدون هراس دارن این مطالبات رو عرضه میکنن. هنگامه قاضیانی در اینستاگرامش یک متن بسیار قابل تأمل نوشته، به تعبیری وضعیت کنونی در ایران رو مقایسه کرده با دوران حمله مغول‌ها و نوشته که حالم حال صبح نیشابور است، به وقت حمله مغول فرزندم را در تنور پنهان کردم، نه نان دارد و نه جان. این بسیار قابل تأمله. یا اینکه کتایون ریاهی تأکید میکنه نه به اعدام برای همیشه، یا ترانه علی دوستی از سازمان ملل، از عفو بین الملل درخواست میکنه پیگیر حقوق زندانی باشه، اینها داره تزریق شجاعت میکنه به جامعه مدنی ایران. من در ایران نیستم، کنشگران سیاسی خارج کشور نیستن، اما اینها در داخل ایرانن و فراموش نکنیم در شرایطی که چهره های سیاسی یا کسانی که مشهور بودن در فضای رسانه‌ای در داخل ایران بسیاری به دلایل امنیتی سکوت پیشه کردن، این بسیار قابل احترام و قابل توجه که کسانی مثل ترانه علی دوستی، کتایون ریاهی، هنگامه قاضیانی پرچم آزادگی و شجاعت در دستشون گرفتن و دارن مطالبات جنبش اعتراضی مردم ایران رو بازخوانی میکنن و به یک معنا فقط تزریق شجاعت و تزریق امید نمیکنن، بلکه دارن یک گفتمانی رو تکثیر و تبلیغ میکنن که طبیعتاً بسیار امیدبخش خواهد بود و برای همین جنبش اجتماعی در ایران یک پشتوانه معنی دار. مرتضی کاظمیان از لندن، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. کانون نویسندگان ایران هم در بیانیه‌ای به احتمال اعدام سه معترض زندانی در اصفهان اشاره کرده و نوشته مخالفت با قتل‌های حکومتی باید به روندی دائمی و هر روزه تبدیل شود. در این بیانیه آمده ماشین سرکوب حکومت چنان به کار افتاده که انگار احدی از مخالفان قرار نیست از گزند قل و غم حکومت مسئول بمانند. کانون نویسندگان ایران از مدافعان آزادی در سرتاسر جهان خواسته به صراحت مخالفت خود را با موج جدید اعدام‌ها در ایران اعلام کنند. پیشتر گفتگوی داشتم با مهداد درویش‌پور، جامعه شناس و استاد دانشگاه از استکهلم. او گفت بیانیه کانون نویسندگان ایران شجاعانه و به موقع است. حکومت این در واقع ماشین اعدام رو که در واقع به راه انداخته و به مراتب داره شتاب به اون میبخشه، همونطور که در بیانیه کانون اشاره شده و هشدار داده شده نسبت به این قضیه، به سه انگیزه انجام میده. هم برای اینکه انتقام بگیره از جنبش زن زندگی آزادی فعالان درگیر در آن، هم برای اینکه جلوگیری بکنه از بروز ابر جنبش هایی که در راه هستن به خاطر نارضایتی های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، هم نشان بده که در واقع نسبت به
اعتراضات بین المللی بی توجه هست و به نوعی این تهدیدی است علیه نهادهای نظیر قانون نویسندگان و دیگر نهادهای صنفی. انتشار این بیانیه از سوی کانون نویسندگان به نظر من بسیار شجاعانه بود، بسیار به جا بود، با توجه به اینکه کانون نویسندگان ایران همواره در مبارزه علیه استبداد چه در دوران گذشته چه در کل طول حیات جمهوری اسلامی ایران نقش بسیار برجسته‌ای داشته، نه فقط در جامعه روشنفکری اثرگذار بوده، بلکه به عنوان یکی از معتبرترین نهادهای در واقع هنوز پابرجا در جامعه ایران به رغم ممنوعیت‌ها و محدودیت ها میتونه در فضا سازی به نظرم بسیار مهم باشه. فراخوانی که داده شده هم به نظر من جامعه ایران در داخل کشور رو تحت تاثیر قرار میده، هم در خارج از کشور رو، و این امکان رو فراهم میکنه که در واقع گروه های گسترده تری با هر نوع علایق سیاسی که دارن، چپ، راست، مذهبی، غیر مذهبی، همه کسانی که در واقع در فکر پشتیبانی از مبارزات مردم ایران هستن و میخوان جلوی اعدام ها رو بگیرن و به میدان بیان. فکر میکنم اگر ایرانیان در خارج از کشور هم و در داخل در واقع اعتراض علیه این موج اعدام به جای اینکه دنبال مثلا تحمیل یک صدای رهبری و یک به صدا این و آن فرد باشن، فقط برای مخالفت با اعدام و علیه جمهوری اسلامی ایران به میدان بیان، امکان دوباره در واقع یک همبستگی گسترده تر بسیار وجود داره. امیر حسین تروالیمان، جوانی که در اعتراضات اخیر بازداشت شده بود، چند روز بعد از آزادی درگذشت. مریم کیانرسی، وکیل امیرحسین، در حساب توییتری خود نوشته او بعد از حدود 8 ماه حبس هفته پیش آزاد شد، اما چند روز بعد در خواب سکته کرد. این اولین بار نیست که معترضی در فاصله کوتاهی بعد از آزادی به طرز مشکوکی جان می‌بازد. سبا آلاله، روان تحلیلگر اجتماعی از ترکیه با ماست. خوش آمده خانم آلاله، در گزارش هم بود اولین بار نیست که میشنویم خبر از مرگ ناگهانی یک جوان یا یک خودکشی تنها بعد از چند روز یا حتی ساعاتی در بعضی از موارد بعد از خروجشون از بازداشتگاه‌های ایران. نهادهای حقوق بشری در ماه‌های گذشته بارها به شکنجه و آزار و اذیت معترضان در زندان و حتی بعد از اون اعتراض کردند. شما چه ارتباطی بین این برخوردها در بازداشتگاه‌ها و این آمار مرگ و میر می‌بینید؟ خب درسته. ببینید، همونطور که شما اشاره کردید، شاید اینجا لازم باشه که من به این نکته از بعد روانشناسی بسیار اشاره مستقیم بهش بکنم. ما در تمام این سالها الگوهای حکومت رو در مواجهه با افرادی که بازداشت میشن، مورد بازجویی قرار میگیرن و یا در زندان هستن میبینیم. تمام الگوهایی که حکومت استفاده میکنه سرشار از رفتارهای پرخشونت، رفتارهای تحقیرآمیز، رفتارهای پر از سرزنش است. من فکر میکنم همین چند مورد میتونه بسیار افراد رو مورد آشفتگی روانی قرار بده، فردیت و هویت اونها رو به چالش بکشونه، سلب هویت فردی اتفاق بیفته. و این چند مورد ما به وضوح و کاملا آشکار دیدیم که حالا افرادی که در زندان بودن و یا افرادی که در بازجویی قرار گرفتن، اینها رو گزارش دادن که چطور تونستن مورد حمله روانی، تحقیرها و صحبت‌های سرزنش‌آمیز از سمت بازجوی خودشون بودن. ببینید، این مسئله بسیار مهمیه که باید یک هشدار باشه. متاسفانه زمانی که این گروه، البته من برگردم به این مورد رو اول توضیح بدم، برگردم به همین گزارش خودتون که متاسفانه کودکان، نوجوانان و گروه سنی جوانان میتونن بیشتر آسیب‌زا باشن در این شرایط. چرا؟ به این دلیل که این گروه سنی هنوز به اون ثبات و پایداری و کاملا مناسب نرسیدن که راهکارهای مقابله‌ای به صورت کامل رو بتونن در برابر چنین شکنجه‌های روانی بتونن انجام بدن. و همون دلیل لازم هست که یه نگاه ویژه‌تری و یه هشدار ویژه‌تری در رابطه با این گروه سنی ما داشته باشیم و متوجه باشیم که در تمام الگوهایی که برای نوجوانان و برای جوانان استفاده میشه، رفتارهای پر از خشونت، تحقیر و سرزنشی هست که میتونه باعث قطع ارتباط واقعی و ارتباط معنایی اونها باشه و متاسفانه ما با چنین پیامدهایی روبرو میشیم. خانم آلاله، میدونم که شما به نوعی از منظر روانشناختی بهش پرداختید، اما
چقدر میتونه عوامل مؤثر دیگه ای وجود داشته باشن و دخیل باشن در این دست مرگ و میرها؟ به شما به چند مورد اشاره کردین، به مرگ و میر جوانها. یلدا آقا فرضی فقط 19 سال داشته، الان امیر حسین تروال فقط 20 سال داشته. موارد دیگه ای داریم، آرش فروزنده، آیدا رستمی، اینها همه جوان بودن و به طرز مشکوکی یا خودکشی کردن یا کشته شدن. چقدر فکر میکنید که این تاثیرات روانی میتونن تاثیر مستقیم برای خودکشی یا مرگ و میرها داشته باشن، یا اینکه نه فکر میکنید چیزی به این بچه‌ها خورانده شده، یا چیزی به این بچه‌ها تزریق شده، یک عامل خارجی فیزیکی باعث شده که این اتفاقا بیفته؟ ببینید، ما نمیتونیم عوامل و فاکتورهای هشدار دهنده رو نادیده بگیریم. من اینجا موافق هستم که امکان داره داروهایی که استفاده میشه یکی از مسائلی باشه که بر خودکشی و یا حتی مرگ این افراد میتونه تاثیر داشته باشه، رفتارهایی که با اینها میشه. این ببینید، الان همین موردی رو که شما بهش اشاره کردید، سکته در خواب بود، شاید ما بگیم که خب این یک علائم فیزیکی هست، ولی ما نمیتونیم علائم فیزیکی رو جدا از علائم روانی ببینیم. شاید خیلی از خانواده ها زمانی که کودکان و یا نوجوانانشون خارج شدن، یک سری علائم از بازجویی ها خارج شدن، یک سری علائم مثل اختلال در خواب، کمخوابی یا پرخوابی، اختلال در تغذیه، کم خوری و یا پرخوری داشتن. ما تصور بکنیم که اینها یک سری اختلالات فیزیکی هستن و خیلی ربطی به مسائل روان ندارن. اتفاقا ما باید هر علائم و یا هر هشداری رو در کودکان و نوجوانان جدی بگیریم، هر گونه تغییر رو در اونها جدی بگیریم و هر گونه گزارشی که از سمت اونها داده میشه، اگر اونها گفته میشه که ما مثلا داروی مصرف کردیم، حتما خانواده ها روی این مسئله بسیار حساسیت نشون بدن، چون داروهای روانپزشکی میتونه تاثیر بسیار منفی تر و آسیبزاتری در روی نوجوانان داشته باشه. هر گونه گزارشی و یا رویدادی از سمت کودکان و نوجوانان باید بررسی بشه، باید با متخصص در میون گذاشته بشه تا بتونیم تمام اون فاکتورها و تا تمام اون عواملی رو که اون فرد در طی بازجویی های خودش باهاش روبرو بوده رو بهش اهمیت بدیم. من فکر میکنم نمیتونیم هیچ کدوم از این عوامل رو نادیده بگیریم، به دلیل اینکه افراد منحصر به فرد هستند، افراد واکنش های روانی متفاوتی انجام میدن و هر کدوم از اینها میتونه برای افراد خطرات روانی و جسمانی داشته باشه. و همون دلیل من تصور میکنم که خانواده ها باید هر گونه تغییر، هر گونه رویدادی رو و هر گونه گزارشی رو که از فرزندان خودشون یا از اطرافیان خودشون میشنون کاملا بهش اهمیت بدن و بتونن در برابر اون بررسی های دقیق تری انجام بدن. سبا آلاله، روان تحلیلگر اجتماعی از ترکیه، متشکرم از حضورتون در برنامه. مؤسسه بین‌المللی جمهوری خواهان از نقش زنان ایرانی در گسترش دموکراسی و دفاع از حقوق زنان تقدیر کرد. این مؤسسه 40 سال پیش برای دفاع از حقوق دموکراتیک مردم جهان برپا شده و این اولین بار است که جایزه سالیانه خود را به ایران اختصاص می‌دهد. آرش علایی گزارش می‌دهد. انستیتو بین‌المللی جمهوری خواهان روز چهارشنبه ضیافت شامی را برگزار کرد به افتخار شیرزنان ایرانی و جوایزی رو تقدیم کرد به برخی از زنان ایرانی که در احیای دموکراسی و مقابله با ظلم و ستم دست داشتند، از جمله از مسیح علی نژاد، نازنین بنیادی و مهرانگیز کار تقدیر شد به عنوان سه زن فعال سیاسی ایرانی که در طول خیزش انقلابی مردم ایران در حمایت از اون بارها و بارها در مجامع عمومی ظاهر شدند. خانم نازنین بنیادی در سخنانی تشکر کرد از این جایزه و گفت از زمانی که زنان ایرانی 9 ماه پیش انقلاب خودشون علیه جمهوری اسلامی و علیه حجاب اجباری شروع کردند، زنان بیشتر و بیشتری به خط اونها میپیوندند و تقدیر کرد از جامعه جهانی برای اینکه اسم زنان ایرانی رو زنده نگه می‌دارد. بعد از اون خانم مهرانگیز کار، یکی از حقوقدانان با سابقه و فعال حقوق زنان، صحبت کرد، راجع به تغییر رژیم در ایرانشون صحبت کرد که با کف زدن حضار مواجه شد. خانم مهرانگیز کار گفتش که زنان و ایرانیان احتیاج به رژیم جدیدی دارن در اون منطقه و این بار نباید تنها گفتش که هر رژیمی بیاد جای ملاها بهتر خواهد بود. خانم مهرانگیز کار گفت باید زنان ایرانی چشماشون باز باشه و گزینه‌هاشون رو به درستی انتخاب کنن.
و ایشون هم تقدیر کرد از جایزه که به ایشون داده شده است و بعد از اونم مسیح علی‌نژاد صحبت کرد در سخنانی که ایشون ابتدا رد کرد دریافت جایزه رو، گفت بس از جایزه دادن و موقع حرکت فرا رسیده. مسیح علی‌نژاد گفتش که بارها و بارها رؤسای جمهور مختلف جهان از ایشون میپرسن آیا اتحادی وجود داره بین گروه‌های مختلف ایرانی. ایشون گفت روز چهارشنبه در سنای آمریکا بوده و به سناتورها گفته بین دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه توافق وجود ندارد در بسیاری از مسائل. چگونه اونها انتظار دارن که گروه‌های ایرانی همه با هم ناگهان متحد شن؟ و ایشون گفت الان موقع حرکت است، نه تنها موقع حرف زدن. آرش علایی، واشنگتن دی سی. در حاشیه این جلسه مسیح علی‌نژاد به خبرنگار ایران اینترنشنال گفت غرب و جامعه جهانی باید همانطور که از اوکراین حمایت کرده از معترضان ایرانی هم حمایت میکرد. ببینید، همین که من صادقانه بهشون گفتم نیومدم که این جایزه رو دریافت کنم، بلکه اومدم بگم جایزه دادن بس اگر اقدام عملی پشتش نباشه، و براشون مثال زدم که خب من 7 ماه پیش کنار آقای زلنسکی جایزه گرفتم، چه اتفاقی افتاد؟ همه حمایت‌هایی که غرب و جامعه جهانی به اوکراین کرد باید به مردم ایران میکرد، چون نباید بگیم خب در اوکراین جنگ ولی در ایران نیست، وقتی که خامنه‌ای داره در جنگ اوکراین پهپادها رو میفرسته برای پوتین، این به معنی که خامنه‌ای هم به اندازه پوتین یک خطر برای جامعه جهانی محسوب میشه. بنابراین از دیدگاه من این انقلابی که به اسم انقلاب زنان در جهان معروف شده باید فرصتی باشه که ما جامعه جهانی رو، صادقانه میگم، شرمسار بکنیم. جایزه به چه درد ما میخوره؟ وقتی همین الان متحدان آمریکا در کشورهای اروپایی حاضر نیستن سپاه رو در لیست تروریستی قرار بدن، وقتی که همین امشب من گفتم موبایلاتون رو ببرید بالا، از رهبرانتون بخواین که همین الان متوقف بکنن اعدام 3 مرد رو در دل ایران، برای اینکه این 3 نفر وقتی اعدام بشن تازه رهبران جهان میان محکوم میکنن. بنابراین من فکر میکنم چنین فضایی که خب سناتورهای زیادی اینجا حضور داشتن میتونه فرصتی بده به ما که به غرب بگیم شما چه بگید رژیم چنج، چون از کلمه رژیم چنج هراسانن دیگه، چه کمکمون بکنید چه نکنید، ما که از شر این حکومت خلاص میشیم، ولی در نهایت تاریخ شما رو قضاوت خواهد کرد. در ادامه ببینیم بخش از صحبت‌های مهرنگیز کاروکیل و فعال سیاسی که از حاضران در ضیافت شام مؤسسه بین‌المللی جمهوری خواهان بود. من داشتم میگفتم که ما راهی نداریم، یعنی این که مثلا حالا حجاب اختیاری بشه و اینا کاری نداشته باشن بزنه، این کافی نیست و به طور کلی ما چیزی رو که مردم الان میخوان به دست نمیارن مگر با تغییر رژیم از حکومت دینی به سکولار. و بعد هم توضیح دادم ما هم نمیتونیم مثل 57 بگیم شاه بره هر کی میخواد بیاد، یعنی باید یه ذره فکر کنیم، یه خودم خودمون رو جمع و جور کنیم، یه کمی هم به هر حال با همدیگه مدارا بکنیم، بالاخره یه سازمان یه کاری بکنیم که نگیم اینا برن هر کی میخواد بیاد. تو واشنگتن چگونه است؟ چگونه است جواب آمریکایی‌ها؟ وقتی شما به راجع به تغییر رژیم صحبت کردید. جواب آمریکایی‌ها من نمیدونم این کف زدن. من نمیدونم این کف زدن به هر حال یه کار متعارفه، مخصوصاً در مورد فعلاً خیلی مود رژیم چنج. ولی من نمیتونم بگم که حتماً همه عناصر سیاسی آمریکا موافق رژیم چنجن. من همچی حسی ندارم. و من فکر میکنم که اتفاقا اکثریتشون موافق رژیم چنج نیستن و نمیخوان درگیری های جدیدی در منطقه به وجود بیاد که خودشون هم درگیرش بشن. آنتونیو فریر، معاون مؤسسه بین المللی جمهوری خواهان، از اهمیت این جایزه سالانه گفته. Every year IRI
هر ساله انستیتوی بین المللی جمهوری خواهان مراسمی را برای اهدای جایزه جان مک‌کین برگزار می کند. امسال انستیتو تصمیم گرفت که جایزه سالانه خود را تقدیم مردم ایران کند. زنان ایرانی شجاع‌تر از آن چیزی هستند که ما زنان آمریکایی بتوانیم تصور کنیم. زنان آمریکایی ممکن است وقتی برای خرید بیرون میرن از طولانی بودن صف و ستو بیاین و نارضایتیشان را ابراز کنند. ولی زنان 19 ساله ایرانی باید هر روز برای آزادی خودشان بجنگند و تلاش کنند تصمیمات زندگیشان را به طور مستقل اتخاذ کنند. جایزه سالانه انستیتوی بین‌المللی جمهوری خواهان بزرگترین نشانه تقدیر ما از فعالانی است که در سراسر دنیا در حال مبارزه با ظلم هستند. انستیتوی ما در بیش از 100 کشور جهان حضور دارد و متاسفانه مجبوریم که برای بزرگداشت آزادی خواهان در این کشورها وقایع خشونتبار و فجیعی را ثبت کنیم. ولی زمان بروز فجایع در جهان زمانه بروز شجاعت هم هست. امسال انستیتوی ما به درستی تصمیم گرفت که از شجاعت زنان ایرانی تقدیر کند و 3 زن فوق‌العاده ایرانی دعوت کردیم تا به نمایندگی زنان ایران این جایزه را قبول کنند. در ایران نافرمانی مدنی شهروندان علیه قوانین جمهوری اسلامی و حجاب اجباری با وجود تشدید قوانین سختگیرانه از سوی حکومت همچنان ادامه دارد. دو ویدیو رو در همین رابطه با هم ببینیم. همه شما دختر پسر گرم که حرف جمهوری اسلامی باید مهم نیست. امروز 26 اردیبهشت 1402 من به نیروی آزادی مشاور امنیت ملی عراق برای بررسی امنیت مرزهای مشترک اقلیم کردستان با ایران به اربیل رفت. وزیر داخلی اقلیم کردستان تایید کرده که با مشاور امنیت ملی عراق سند همکاری امنیتی تهران و بغداد را که در مارس گذشته امضا شده بوده بررسی کردند. چند روز پیش از این دیدار وزارت خارجه جمهوری اسلامی در اعتراض به حضور نخست وزیر عراق کنار سران گروه‌های کرد مخالف حکومت ایران سفیر عراق در تهران را احضار کرد. ترسکی صادقی از پاریس با ماست. ترسکی، از محتوای گفتگوهای قاسم العرجی با مقامات امنیتی اقلیم کردستان چه جزئیاتی منتشر شده؟ خب ببینید، هیچ یک از رسانه ها، نه رسانه های عراقی نه اقلیم کردستان، جزئیات گفتگوهای بین این دو طرف رو منتشر نکردن به دلیل اینکه این یک دیدار امنیتی بوده. اما طبق بیانیه‌ای که از طرف دفتر مشاور امنیت ملی عراق منتشر شده و گفتگوهایی که و اظهاراتی که ربر احمد وزیر داخلی اقلیم کردستان عراق داشت، مسئله بررسی امنیت مرزها از یک طرف و اون سند همکاری بوده که در بین علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با خود قاسم العرجی مارس گذشته در حضور نخست وزیر عراق محمد شیا ارسودانی امضا شد و واکنش‌های بسیار زیادی هم اون موقع در پی داشت. العرجی به دستور شخص نخست وزیر دیروز به اربیل سفر کرده و یک هیئت نظامی و امنیتی همراهش بوده. دیدارهاشون با طرف اقلیم کردستان عراق میتونیم بگیم چند ساعت به طول کشیده، بسیار طولانی مدت بوده. خود ربر احمد وزیر داخلی اقلیم کردستان تایید کرده که اونا هم با یعنی امنیت مرزهای مشترک اقلیم کردستان با ایران رو بررسی کردن و تمامی گزارش ها رو چه در استان اربیل که هم مرز با ایران هستش بررسی کرده مشاور امنیت ملی عراق و هم گزارش هایی که در استان سلیمانی مرتبط هستش در رابطه با مرزهای مشترک ایران و اقلیم کردستان در اون منطقه. اتورس که واکنش ها نسبت به حضور این هیئت امنیتی چه بوده؟ خب ببینید، مسئله ای که وجود داره اینه که همه رسانه ها از دیروز تا امروز یادآور این شدن که این دیدار مرتبط هستش با همون سند همکاری که مارس گذشته همونطور که اشاره کردم و شما هم در خبر بهش اشاره کردید امضا شده بود. اما مسئله اصلی چه بررسی مرزها چه این سندی که امضا شده بود در واقع خواسته های جمهوری اسلامی ایران هستش یا فشار و تهدیداتی که نسبت به حضور احزاب کردستان ایران که مستقر در اقلیم
کردستان عراق هستند و هر بار داره این رو به یک بهانه تبدیل میکنه. یادآور این شدن رسانه ها. شنبه گذشته تهران اعتراض کرده بود، همونطور که در خبر بهش اشاره کردید، در مراسمی دو روزه که هم مقامات عالی رتبه عراق در اون حضور داشتن، هم نمایندگان احزاب، حالا خود احزاب مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هم نمایندگانشون در اون حضور داشتن و در اقلیم کردستان برگزار شده بود در کنار مقامات احزاب کردستان ایران، و این باعث شد که وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر عراق رو فرا بخونه اعتراض بکنه نسبت به این مسئله. حالا ناظران همون موقع، یعنی همون اوایل هفته گذشته، چند روز پیش اعلام کردن که این دوباره میتونه یک بهانه تبدیل بشه برای جمهوری اسلامی که هم به بغداد فشار بیاره، هم به اقلیم کردستان نسبت به حضور این احزاب در خاک عراق، نسبت به خلع سلاحشون و خواسته‌ای که به طور مداوم در چند ماه گذشته دارین که این افراد رو، یعنی افراد تحت تعقیب رو، به گفته خودشون باید تحویل بدن. اما از دیروز تا امروز تقریبا ناظران دارن در رسانه‌های عراقی همین رو تکرار می‌کنند که حضور قاسم الاعرجی دیروز در اقلیم کردستان در واقع پاسخی هستش به این نگرانی جمهوری اسلامی به احضار سفیر عراق در تهران، اینکه به هر حال بخوان بگن که بله ما پیگیری داریم می‌کنیم، همچنان این سند برای ما مهم هستش. اما یک نکته مهم اینجا وجود داره که نباید فراموش بکنیم، تا این لحظه نه دولت بغداد و نه اقلیم کردستان در رابطه با اینکه جمهوری اسلامی سفیر عراق را احضار کرد و گفته بود که مسئله سند همکاری امنیتی و بررسی مرزها و حضور احزاب دوباره یادآور اینها شده بود، هیچ کدومشون در واقع پاسخی رسمی به جمهوری اسلامی ایران ندادند و فقط این سفر در این چارچوب برگزار شده، صورت گرفته که در واقع میشه گفتش که پاسخی هستش نسبت به نگرانی جمهوری اسلامی. ترسکی صادقی، خیلی متشکرم از گزارشت و جزئیات این سفر. روزنامه اسرائیلی هارتس نوشته که ایران در 6 ماه گذشته 17 میلیون بشکه نفت و ارزش 1 میلیارد و 250 میلیون دلار به سوریه ارسال کرده. بنابراین گزارش، این نفت با نفتکش‌های منتقل شده که فرستنده‌های سیگنالشون رو خاموش می‌کنن که ردیابی نشوند. هارتس همچنین از نفتکش‌های نام برده که بیشتر در سواحل سوریه هدف قرار گرفته بودند. رسانه‌ها این حملات را به اسرائیل نسبت داده بودند، هرچند اسرائیل مسئولیت این حملات را نپذیرفته. معاون نخست وزیر روسیه میگوید روسیه و جمهوری اسلامی حدود 80% حساب‌هایشان را با روبل و ریال تسویه می‌کنند. الکساندر نوواک همچنین گفته بدهی مربوط به نیروگاه اتمی بوشهر هم تسویه شده. علی کاظمی از مسکو با ماست. علی، درباره سفر معاون نخست وزیر روسیه به تهران و صحبت‌های او برای ما بیشتر بگو. الکساندر نوواک معاون نخست وزیر روسیه که در تهران هست، سفری داشت. اصلی ترین موضوع سفر آقای نوواک امضای قرارداد راه‌آهن رشت آستارا بود که روز گذشته با حضور رؤسای جمهور هر دو کشور، البته ولادیمیر پوتین به صورت ویدیویی در اون نشست حضور داشت، این خط راه‌آهن ایجادش و سندش بین وزیر راه و وزیر حمل و نقل روسیه و ایران به امضا رسید. در کنارش در روزهای گذشته نمایشگاه نفت و گاز و انرژی هم در ایران برگزار میشه. شرکت های بزرگ نفت و گاز و انرژی روسیه در این نمایشگاه در تهران حضور دارن و گفته میشن که بالاتر از 20 قرارداد و تفاهم نامه جدید بین شرکت های نفت و گاز روسیه و ایران به امضا رسیده. الکساندر نوواک در صحبت های خودش در آخرین ساعت حضورش در تهران که با خبرگزاری های مختلف داشت، در مورد دو روز کاریش در تهران و همچنان امضای تفاهم نامه ها صحبت کرد. از سوی دیگر درباره جایگزینی ارز ملی دو کشور به جای ارز خارجی هم صحبت کرد که بتونن روبل و ریال جایگزین یورو و دلار بکنن، که گفتن نسبتاً 80% تسویه حساب های بین مسکو و تهران با روبل و ریال هست و گفتن راه هایی را هم داریم بررسی میکنیم تا بتونیم که
که از یوان چین هم استفاده بکنیم در معاملات خودمان. موضوع مهم دیگه که بین مسکو و تهران همیشه خبرساز بوده، نیروگاه هسته بوشهر بوده که همیشه مدعی شده که ایران بدهی بزرگی به روسیه داره. نواک در این صحبت‌های خودش در مورد بدهی‌های ایران هم صحبت کرده که 500 میلیون دلار اعلام کرده بوده که بدهیش بوده و از سال 2001 آغاز شده و گفته که ایران تانسته که تسویه بکنه و دوباره روس اتم، شرکت روس اتمی که در نیروگاه بوشهر داشته فعالیت میکرده، میتونه که دوباره فعالیت خودش داشته باشه و گفته که روسیه و روس اتم میتونن که فعالیت خودش آغاز بکنه و علاقمندهی هستن تا بتونن در این نیروگاه هسته‌ای که خبرساز هم شده بود بتونه که دوباره سهم خودش داشته باشه. از سوی دیگر ایجاد خط راهن رشت و آستارام گفته که میتونه که زمین سازی باشه تا سهولت‌های را برای صادرات و واردات داشته باشه و بخصوص بتونه که مواد غذایی روسیه را از راه ایران به کشورهای آفریقایی برسونه. علی کاظمی از مسکو، خیلی متشکرم از گزارشت. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی مبارزه با همجنسگرا هراسی، دو جنسگرا هراسی و ترنس هراسی بر حمایت از حقوق افراد کویر در سرتاسر جهان تاکید کرد. وزارت خارجه آمریکا هر نوع تبدیل درمانی برای تغییر گرایش جنسی و هویت جنسیتی افراد کویر را منسوخ و غیر علمی خوانده و تاکید کرده ایالات متحده تلاش‌هایش را برای پایان دادن به این روش در سرتاسر جهان ادامه خواهد داد. جمهوری اسلامی از حکومت‌هایی است که حقوق دگرباشان را به شدت نقض می‌کند. اما زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.4 روز چهارشنبه گواتمالا و جنوب مکزیک را لرزاند. آژانس بلایای طبیعی گواتمالا و مقامات جنوب مکزیک هر دو اعلام کردند که گزارش فوری از خسارات جانی یا مالی دریافت نشده. ال سالوادور هم اعلام کرده بعد از این زمین لرزه هیچ خطر سونامی در منطقه گزارش نشده. اما به پاریس بریم. یک نمایشگاه دائمی برپا شده با عنوان وضعیت اضطراری اقلیمی که تلاش می‌کند بازدید کنندگان را از خطرات تغییرات اقلیمی آگاه کند. عباس اسدیان گزارش از این نمایشگاه تهیه کرده که با هم می‌بینیم. بهار در حالی به پایان می‌رسد که شاخص‌های زیست محیطی از آمدن یکی از گرم‌ترین تابستان‌ها در نیمکره شمالی حکایت دارد. گرمایش زمین این روزها به یکی از معضلات جدی و واقعیت غیرقابل انکار تبدیل شده. این موضوع نه تنها از سوی دانشمندان و سیاستمداران بلکه از سوی هنرمندان نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است. به تازگی پاریس میزبان نمایشگاهی شده که هدفش نشان دادن چالش‌های مرتبط به گرمایش زمین میباشد. هدف این نمایشگاه دائمی در شهرک علم و صنعت پاریس نشان دادن تأثیرات اقلیمی میباشد. مسئولین نمایشگاه میگویند حفظ گرمای زمین در حد فعلی معیار شاید جاه طلبانه باشد، اما باید برای رفتن به آن سمت تلاش کنیم. عملا میبینیم نسل جوان در مورد مشکل گرمایش زمین بسیار حساس و با آن درگیر هستند. باید تلاش کنیم تا راهی پیدا کنیم که کربن بیشتری وارد جو زمین نکنیم. البته که این کار دشوار است، اما امیدواریم این نمایشگاه در این راستا به ما کمک کند. گرمایش زمین شاید بیشتر از همه ذهنی نسل جوان را درگیر خود کرده است، چرا که این نسل مجبور است برای تبعات و پیامدهای این پدیده خود را آماده کند. جوانان و فعالان محیط زیست در سرتاسر جهان به این موضوع حساسیت نشان می‌دهند تا سیاستمداران را وادار به اتخاذ سیاست‌های مؤثر کنند. موضوعی بسیار مهم که تا به حال مورد توجه کمتری قرار گرفته است. اگر تغییرات اقلیمی کنترل نشود، ما با فجایعی چون گرمای بیش از حد زمین، تشدید خشکسالی، افزایش بیشتر سطح آب دریاها و انقراض دسته‌جمعی گونه‌های مختلف مواجه خواهیم شد. برگزار کنندگان نمایشگاه پاریس تلاش می‌کنند دوشادوش فعالان محیط زیست و کارشناسان پیش از آن که وضعیت از کنترل خارج شود نسبت به فوریت این موضوع به جهان اطلاع رسانی کنند، هدفی که خودشان آن را بلند پروازانه اما مؤثر و حیاتی می‌داند. عباس اسدیان، واشنگتن دی سی.
مثل همیشه ممنونم از همراهی شما و خبرهای این ساعت. راه‌های ارتباطی با ما رو فراموش نکنید. همیشه میتونید گزارش‌ها و ویدیوهای خودتون رو از طریق تلگرام یا واتساپ ایران اینترنشنال برای ما بفرستید. گفتگوهای این بخش خبری و سایر برنامه‌های تحلیلی و خبری ما رو هم میتونید از طریق توییتر ما، همینطور یوتیوب و وبسایت ما دنبال بکنید. با ما بمونید تا دقایق دیگه با یک بخش خبری تازه از تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. وقتتون بخیر، روزتون خوش.